سلام، اینم منتظریم تاکسی بیاد که بریم به سمت فرودگاه و داستان رفتن به قاره دیگه. حالا قاره دیگه هم قاره آسیایی دیگه، یعنی داریم از اروپا میریم به سمت ترکیه. تاکسی بیاد، سوار شیم بریم فرودگاه. سه تا پرواز باید عوض کنیم. داستان حالا تورا رو تو فرودگاه و حالا هر چه اتفاق باحالی بیفته رو ولاگ میکنیم. فعلا چمدون هم بذاریم تو تاکسی رو بریم به سمت فرودگاه. لیسی هم باید بذاریم. بله داشت لیسی خانم باره تو بریم به سمت فرودگاه. خب رایی نبود دیگه، رسیدیم. چون فرودگاه این شهر خیلی کوچیکه، پرواز اول رو بگیریم بریم به سمت اسلو، بعد اونجا باید چند ساعتی منتظر بمونیم که بریم به سمت ترکیه. اینا اینا کجا داریم میریم؟ ترکیه. خونه داریم میریم. خونه مرد داریم ببریم. اینم لوسی خانومه که چون زیر 5-6 کیلوه ما میبرمش همشه داخل هواپیما پیش خودمون میشینه. خیلی هم مهربونه. اما این لوسی بریم بریم خدا حافظ جزیره قشنگ. خدا حافظی کنیم ما این جزیره تا ببینیم که برمیگردیم. این خانم یه 12 ساعت تو رای ما اول سوار هواپیما اول شیم و بریم به سمت فرودگاه اسلو. خب ما سوار هواپیما شدیم. ایشگی هم ماسک نزده. کلا ماسک معنی نداره. اینش ماسک نمیزنه. نه نه مشکل نداره. نه نه یکم تاریک هست. انقدر آدم نشسته یعنی دیگه دوربین تو حلقمونه، نمیتونیم زیاد وایدش کنیم، ناراحت میشن مردم. خب ما رسیدیم پروازهای داخلی دیگه. کدوم را بریم؟ سمت چپ رسیدیم. حالا باید بریم در پروازهای خارجی که چمدونا رو دوباره بدیم بهشون و بریم سمت ترکیه. حالا باید فری شاپش هم چند تا فیلم میگیریم. همینجا که میبینید فرودگاه اسلو هم جزو واقعا بزرگترین فرودگاه هست، یعنی نسبت به جمعیتی که داره فرودگاه بزرگ و خوبی رو ساخته. یعنی این قسمت از فرودگاه هم تقریبا میشه گفت سقفش هم نگاه کنیم یه چند ساله که ساخته شده، ولی در کل باحاله دیگه، بزرگ و باحاله. اینا چرا همیشه چمدون ما دیر میاد؟ من دیگه نمیدونم، یعنی ما باید پروازمون عوض کنیم الان. آره واقعا همیشه این چمدون مال همه اول بیاد مال ما، دقیقا ماشین خاموش میشه چمدون میفته پایین. آره شانسی تو لام هستن. خب چمدون ما اومد ولی اومد آزدن شکون ننش. این لام استرس داره. بذاریم بریم سمت اون یکی گیر. این شکلات بله ها، یعنی همین پیراشکی شکلاتی ها، یه ستا بگیریم که دیگه جاهای دیگه غیر از نروژ اینا من نیدم و آخرین بله رو بخوریم دیگه تو فرودگاه. خدای دنیا عوض شده، نگاه چه جاهای کووید تست و کلی تازه بازار کار هم ایجاد شد. همه جا یه مقرهایی هست که تست و کووید و این کارا رو انجام میدن. به هر حال بازار کاری هم شد دیگه، خیلی شاغل شدن فکر کنم. خب صف هم که طولانیه بریم تو صف، ولی چه معنی میتونه داشته باشه این اینجا؟ صفحه اه جدی میگی؟ واقعا همت کمی ده به هر حال همچی سک که داریم امیدا طول میکشه تا کارا انجام بشه، ولی خب بار دادیم رفت. ولی باز همچنان من رو این نمیتونم اصلا هیچ، یعنی هیچ ایده ای روش ندارم. خیلی هم ماشاءالله. آره آره بریم جلوتر. هیله خب
الان وقت چیه؟ فری شاپ. آره. چی بخریم فری شاپ؟ وات کولان. بریم حالا ببینیم عطرای مورد علاقمون رو بگیریم. یه دو ماهی بود عطر مورد علاقمون تموم شده بود و آره. بریم سمتش. من که فری شاپ تو نروژ از لحاظ قیمتی عطرش فکر می‌کنم تو کشورهایی که ما خیلی کشور رفتیم فکر می‌کنم فری شاپ قیمت خوبی داره تو نروژ. مگه نه؟ آره خیلی خوبه. بریم با هم ببینیم دیگه. بریم ببینیم. این تو چه خبره؟ خب این تو که اینو گرفتی؟ آره خیلی خوش بود شیرینه. خیلی اینم که عطر سال هاست تو میزنی. آره این بیتنس بیاریشه. یه نوبتی هم باشه نوبت ماست. بریم دنبال عطرمون. عطر مورد علاقه منم که فعلا چند سال اینو میزنم و حالا یه عطر دیگه هم مورد علاقه رو بگیریم. اینو برداریم فعلا. دوستان به شدت پیشنهاد میکنم این 2012 جدید اومده و بوی بسیار خیلی مطبوع با حالی داره. من خیلی حال کردم و اینو جدید میگیرم که تستش کنم. خب این دیور هم که دیگه بکنم اونایی که استفاده کردن میدن، ولی اونایی که استفاده نکردن حتما اینو بگیرن. یه بوی خیلی شیک و مردونه داره. پیله هم که دیگه شنل رو گرفت با این چه نه؟ ولنتینو جدید. اینم بوی خیلی خنک و خوبی داره برای خانم‌ها. خیلی مبارکه. این هم که قسمت دیگه شکلاتارشه و مشروبات الکلیش و خلاصه خیلی شیک و باحال و بزرگ و و ما یه چند تا شکلات نروژی میگیریم. این برند رو به خاطر اینکه خیلی خوشمزه است چون یه چند ماه دیگه نروژ نیستیم. این هم خرید فروشگاه یعنی توی فری شاپ استاد آدم میاد اینجا یه روز عوض شکلات و همه چی میکنه. خیلی باحاله. مگه نه؟ آره. اسمت داغ ماجرا کشیدن کارت و پرداختش دیگه برای خوشبو بودن و اینجور چیزا هزینه هم داره. چرا که نه؟ آدم باید همیشه خوشبو باشه. مگه نه؟ خرسای قطبی و اینجا هم که سوغات‌های نروژی باز فروخته میشه. یکم راه رو اشتباه رفتیم. اینجا ما میتونیم چیز کنیم خودمون، یعنی پاسپورت داشته باشیم میتونیم راحت بزنیم و بریم داخل. نمیشد اونجا فیلم بگیرم. پلیس بود. به هر حال اینکه شما پاسپورت این کشور داشته باشید خیلی راحت میتونید اتوماتیک کم ترافیکه آره شما میتونید اتوماتیک دیگه بدونی که برید پلیس شما رو کنترل کنه داخل شید و خیلی سیستم راحتی. همینجوری که میبینید چون فصل سرماست دیگه نگاه کنید صف چقدر طولانیه و همه میرن به سمت ترکیه و حالا کشورهای خودش یکم از سرما دور شن. خب یه 5 ساعتی دوراییم تا برسیم به استانبول و دوست داشتیم بغل پنجره بیفتیم و امروز نشد. بغل راه رو وسط یده جون نشد. 5 ساعت دوراییم. کل سفر فکر کنم 14 ساعتی طول باشیم دیگه برات خیلیه. ولی دیگه بعضی وقتا باید سفر کرد. خدا حافظ قاره اروپا برای چند ماهی. بریم با این هواپیما به سمت ترکیه و بعد از ترکیه هم میریم به سمت ایران. البته یه ما دو ماهی هم خونمون تو ترکیه میمونیم و بعد میریم شاد ایران. خب چون داریم میریم ترکیه دیگه قانون دوباره قانون نینجایی و بعد ماسک بزنیم تو ترکیه و بعد هواپیما و اینا. کلا جاهای سربسته تو ترکیه قانونش دیگه ماسک مثل نروژ آزاد نیست و ما دوباره به نینجا تبدیل میشیم. یه شانس خیلی خوب آوردیم اونم اینه که اینجا هیچکی نمیشه. آره چهار ساعت تنهایی عشنگ دو نفر سه نفری رو حال میکنیم. چه شانسی رو بردیم. اینجا دیگه خالیه. من الان یه مدام میرم اون برتر و دیگه سفر خوب میشه. بالای ابرو
حاله. خسته شدی؟ بریم دیگه، داریم میریم سواره اتوبوسا بشیم و خب خدا رو شکر رسیدیم به سمت استانبول. حالا اینجا هم یه چند ساعت بمونیم به سمت ازمیر بریم. خدا این فرودگاه شبیه حالا تازه این فرودگاه جدیدش هم میسازم. کلا همیشه استانبول فرودگاه خیلی شلوغه. چرا اینه؟ چرا خیلی شلوغه؟ اصلا اینجا آدم میریم تا کل دنیا. آفرین، دقیقا. چون از اینجا به کل دنیا واقعا میرن دیگه. حالا این فرودگاه کوچیکش سبیه هاست، فرودگاه جدید خیلی از این بزرگتر. ما از ساعت 8 صبح بیرونیم، خسته مونده. الان ساعت 8 و نیم شب، 12 ساعت میشه بیرونیم و یه ساعت دیگه هم باز اونم ایلم خسته از حرف نمیزنه. کلا جاتون هم خالی دیگه، چون شب میرسیم خونه. یه مکدونالد رو بخوریم که میرسیم خونه خسته نباشیم، فردا رو بریم خرید کنیم برای خونه. یادتون خالی. خب ما یکم به این سبک ولوشیم، منتظر پرواز ازمیر بمونیم. پرواز آب هوا بخوام بگم، الان ما نروژ بودیم یه سه ماه، یعنی داشت دیگه 3 درجه شده بود دیگه روز آخر تقریبا. الان یه 21 درجه است، ازمیرم همینجور. یعنی دقیقا اینجا برای کسایی که نروژ زندگی میکنن مثل تابستون میکنه، مثل بهار میکنه و هوا خیلی باحال. و حالا بشینیم منتظر بمونیم تا هواپیما رو سوار شیم. و هیله هم که هیله کافه پیدا کردی؟ کافه پیدا کردی؟ یه کافه بگیریم. و اینجا هم خب اینم راه روی آخر قبل هواپیما که دیگه بریم خونه و یکم استراحت کنیم. آیده نه؟ کلی ولاگ با قرار از این شهر هم درست کنیم، چون خونه یکی اخوی، یعنی خونه دوم این تو این شهر. اینجوری بهتون بگم راحت. برای همین قرار کلی ولاگ از شهر ازمیر درست کنیم. بریم ببینیم چه خبره. یعنی قشنگ افتادیم بوفه. یعنی اگر را داشت رو دومش هم ما رو میشه. من هم نگاه اینجا بود بشید. چرا تیتره؟ خب باش اشکال نداره. خدایا چرا شانس بودیم روی کواپه ما یکی دیگه عشان رو دومش هم را داشت ما رو بینشونه. ولی خب احوا به زودی میرسیم خونه و یکم ریلکس کنیم. خب ما رسیدیم به ایده. خانم خسته نباشی بابا، قربونه تو. سه تا فرودگاه رو رد کردیم، سه تا هواپیما. ساعت 11 اصلا اینجا آدم نداره. آخه دیر وقته. نه خلاصه رسیدیم به مقصد و داریم یه تاکسی بگیریم بریم سمت خونه. ایده اونجاست، اونم آقای اونجاست. نمیدونیم حالا بریم چمدونمونو، ما در چون نروژ اومدیم نمیدونیم کدوم قسمت رو بریم چمدونمونو بیاریم. نوشته های زرد رو بگیریم بریم چمدون اونو برداریم. خدای فرودگاه ازمیر هم بزرگ ها، فکر نمی کنم اینقدر بزرگ باشه که. اولی واقعا بزرگه بابا، دمشون گرم. خیلی بزرگه. چمدون ما هم که اومد و آخریش هم برداریم و بریم سمت تاکسی رو هم که دیگه نشستیم و بریم سمت خونه. خونه اونجاست، خوش اومدیم به خونه. آب ما هم رسیدیم خونه. هیله خانم خوش اومدی به خونه. بابا خوش اومدی. ایله خانم خوش اومدی. لوسی رسیدیم ها، بریم استراحت کنیم که
بله بریم استراحت کنیم. ممنونم از تماشای این ویدیو و اگه از ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشیم کانالمون رو سابسکرایب کنید و این زنگوله رو بزنید که هر ویدیو جدیدی اومد براتون پیغامش بیاد. ممنونم.